John and Bale. John and Bale. من میخواستم که سوالی بکنم در مورد پسر دو ساله میمم از آقای دکتر. بفهمید. این پسر من از چهار ماهگی شیر نخورد و شیر رو من با قاشق بهش دادم. الانم که دو سالی میشه غذا خیلی بد میخوره. بله. از هشت صبح تا الان که ده و نیمه برای صبحونش نشسته، هنوز تموم نشده صبحونش. و غذا رو مجبور بودم که بلند بکنم بهش بدم. تا الان تقریبا به صورت یه سوپ صفر در اومده. یعنی قضا شده یه برنامه با شما و بچه تو. اصلا این برای من طوری شده که حاضرم دیگه خودم بکشم. خب یه چنین عذابی به من ده که روزی 10 ساعت قضای این طول میکشه. خب من باید خودم زندگیمو اجاره بکنم، هیچ کسم ندارم کمکم بکنم. شوهرتون کجاست؟ من دیوورس هستم. آها بسیار. پس یک علتی که اینجا دو تا اشکال دیده میشه تو این سیستمی که شما هستین. یکی این که شما اجازه میدین که پسر شما با شما این رفتار رو داشته باشه، یعنی این شده شوی مامی و بچه، یعنی با هم دیگه شما 10 ساعت روزتون رو به این صورت میگذارید. شما میتونین که بهترین راهی که داره که تنها راهی که چون خودتون شما سینگل پرنت هستین، یه مادر هستین که الان با شوهرتون زندگی نمیکنین، یه مسائلی در رابطه هستش با اختلاف و جدا شدنتون از شوهرتون که ممکنه، البته من بازم الان دارم از حدس دارم میزنم، من میگم این چیزا رو نمیشه فهمیدی دفعه متا وقتی که پدر مادر جدا میشن یه شوکی هستش که وارد میشه به اون سیستم. بچه در یه سنی هم هستش که این شوک رو بالاخره خورده، هم شما خوردین هم بچه‌تون. من یه توضیح بدم که کمک بکنم به شما. بله. من اصلا پدرشو ندیده. آها اصلا راجع به این مسئله. آها. هیچ مثلا ایده ای نداره. آها. اونم میشه خوب میشه یه داستان دیگه. ولی به طور کلی برای اینکه شما این اشکالتون رو با بچه‌تون حل بکنید، باید شروع بکنید براش دیسیپلین‌های به خصوصی بذارید که یاد بگیره که غذا خوردن کی هست، کی نیست، چه جوریه، شما چقدر دنبالش می‌دوین، چقدر نمی‌دوین. باید یه سیستم برای خودتون بذارید، کم کم شروع کنید که اون سیستم رو اجرا کنید. 10 ساعت نباید دنبالش بذارید. اگه غذا نمی‌خوره، نمی‌دونم، میشینم یه سر میز و غذاش می‌ذارم جلوش میگم بخور. خب بله. ولی این انقدر نمی‌خوره که تا 2 ساعت بریم طول می‌کشه. آها بعد باید بگم بخور. بله. بخور، تشر بزنم، عصبانی بشم، بوس کنم، ناز کنم، خلاص همه جور برمی رشوه بدین. بله. اینا رو باید قطع کنید. این مسئله باید قطع بشه. باید بچه‌تون از الان یاد بگیرید که وقتی غذا رو اون جسمو که غذا هست می‌ذارین جلوش، شما معنی این غذا اینه که تو که گشنته غذا تو می‌خوری. نه من برای بوس کردن این غذا رو گذاشتم، نه برای فوش دادن به تو. این غذا برای خوردنه که اونم یاد بگیره. وقتی هم نخورد برش می‌دارین تا وعده بعدی در سن بچه‌تون. مثلا اگه 2 سالشه 2 سال نمیشه 3 بار 4 بار می‌خوام بهش غذا بدین در هر روز، اون دفعات غذا رو بازم میاریم میدارین جلوش. یه مدت زمان معین، حالا خودتون مدت زمان رو خودتون تعیین کنین و بعدش غذا رو بر میدارین. دیگه غذایی نیست، هر چی گریه بکنه تا زمان بعدی غذا وجود نداره. شما باش بازی میکنین، پارک میبرینش، ولی غذا خوردن رو باید بهش یاد بدین. این راه خیلی مجملیه که میتونم، مجمل که اشتباه ترسه، کوچولو، یه رای کوچولو که میتونم به شما بگم. چقدر زمان بهش بدم برای خوردن غذا؟ متاسفانه این یه چیزیه که شما باید خودتون از 10 ساعت مطمئنا کمتر بهش بدین. یعنی میتونین براش بذارین نیم ساعت، میتونین حد میگم بستگی به دل خودتون داره که یه دفعه هم نمیتونین به من به شما بگم مثلا یه رو بذارین بعد شما نتونین اون کارو بکنین. یه چیزی بذارین که خودتون هم راحت باشین باهاش و اونم کم کم یاد بگیره. یه سوالی هم من بکنم وقتتون زیاد گرفتم. این غذا رو خیلی تو دهنش نگه میداره به صورت سعی... قل و آره. نویدن براش مشکل. سعی کنین که این فیزیکیه یا این که نه، هر چی باشه شما سعی بکنین که در مورد غذا اینقدر به پرپاش نپیچین. یعنی یاد بهش بدین که این غذا رو میخوای بخوری، بمیکی، هر کارش میخوای بکنی، اون زمانی که غذا جلوته اون کارا رو بکن، بعدش غذا میره. اینو یاد میگیره بعدم. متوجه میشین؟ This is the story. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم.